نوروز 1401 فرا رسید و البته سنت دید و بازدید و گردشگری با سفرهای نوروزی. با فروکش کردن کرونا امسال شهروندان ایرانی با دریافت واکسن و برداشته شدن محدودیت‌ها با شجاعت بیشتری از خانه بیرون می‌روند. تا حدی که ستاد تسهیلات سفر در ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که تا دوم فروردین ماه 80% ظرفیت مراکز اقامتی در بسیاری از شهرهای ایران تکمیل شده. سیاوش محبی سرپرست پلیس راهور ایران روز پنجشنبه 4 فروردین اعلام کرد که تردد در جاده‌های ایران امسال در قیاس با سال گذشته 41% افزایش پیدا کرده. اما این ترددها به مانند سال‌های گذشته مرگبار هم بودند. جانشین رئیس پلیس راهور روز پنجشنبه اعلام کرد که از 26 اسفند 1400 تا 4 فروردین 1401 یعنی طی 10 روز 390 نفر در تصادفات جاده‌ای در ایران جان باختند. تصادفات جاده‌ای در ایران به عنوان یکی از 5 علت مهم مرگ و میر در این کشور معرفی شده و اوج تعداد مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای ایام نوروز است. بر اساس آمارهای سازمان ملل، سالانه 1.3 میلیون نفر در دنیا بر اثر تصادفات جاده‌ای جانشان را از دست می‌دهند. یعنی تقریباً در هر 24 ثانیه یک نفر در جاده‌های جهان کشته می‌شود. متخصصان معتقدند که 4 عامل در تصادفات نقش دارند: انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط. در ایران حداقل 3 تا از این موارد نقش عمده‌ای را در تصادفات دارند. تخلفات رانندگی از پوشاندن پلاک ماشین‌ها برای فرار از دوربین‌ها تا مواردی مثل عبور از چراغ قرمز راهنمایی رانندگی و سبقت غیر مجاز. مجمع جهانی بهداشت در تازه‌ترین رتبه‌بندی که در مورد کیفیت جاده‌ها در جهان منتشر کرده، ایران را در رتبه 77 از 141 کشور قرار داده. اما مسئله‌ای که در ایران بیشتر خبرساز شده، کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل است. ایمنی پایین این خودروها موجب اعتراض حتی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی این کشور هم شده. ما در سال 99 پراید رو ایستادیم، شدید پیگیری کردیم و 405 شخصی رو از رده خارج کردیم. ولذا اون صحبت هایی که من عرض کردم شاید در واقع تبلورش در تصادف بهبهان اتفاق افتاد، ولی تقریبا ما هر روز این مصیبت تصادفات رو داریم. ما تقریبا هفته ای نیست یا در 10 روز یکی از خودروها در مثلا تصادف دچار حریق نشه یا کسی توش فوت نکنه، یا اینی که مثلا تو تصادفات ولو اینکه حالا خودروسازا میگن خود رانندگان با زاویه مناسب برخورد کنن، چطور تصادف کنن که ایربگ باز شه؟ نه واقعا شاید از 100 تا 92 تا اینا ایربگش یا کیسه هواش باز نمیشه اصلا. اینا دوچار مشکله. بر اساس آخرین آمار از سوی سازمان پزشکی قانونی ایران، سالانه دست کم 17000 نفر در جاده های این کشور به دلیل تصادفات جانشان را از دست می‌دهند. مهران کریمی، رادیو فردا.